با سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خیلی خوش اومدین به کانال من دوستان عزیزم تو این ویدیو میخوام که چند تا فعل رو بهتون معرفی کنم که در موقع خرید کردن خیلی به دردتون میخوره و ازش استفاده میکنیم و در روزمره هم خیلی استفاده میشه اما قبل از اینکه بریم سراغ درسمون ازتون خواهش میکنم اگه کانال آلمانی آنلاین رو تا به الان سابسکرایب نکردید دوست داشتید سابسکرایب کنید زنگوله کنارشم فعال کنید که اگه ویدیویی آپلود شد شما اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید خب اولین فعلی که دوست دارم اینجا باید تو معرفی کنم خب فعل کافن هست یا این کافن هست که فرقشون با هم دیگه بیشتر در اینه که شما وقتی که از فعل کافن استفاده میکنید حتما باید بگید که چی رو میخواین بخرید مثلا ایش مشته هویت کافن خب این سوال پیش میاد که واس واس مشته سی هویت کافن با دوستتون حرف میزنید میگید ایش مشته هویت کافن دوستتون میگه واس مشته سی هویت کافن. چی میخوای امروز بخری ich möchte heute eine Jacke دقت کنید که این فعل فعلی هست که هم به مفعول اکوزاتیوی احتیاج داره هم داتیوی اما داتیویش اجبار نیست شما میتونید بگید امروز میخوام یه کاپشن بخرم ولی نگید برای کی اما اگر بخوایم کامل تر جملمون رو بگیم باید بریم که هویت مشت اش میه این یک کافن امروز میخوام برای خودم یه دونه کاپشن بخرم یا Heute möchte einen Mantel kaufen. Ich امروز برای خودم یه دونه مانتل یا همون پالتو بخرم. فعل بعدی فعل اینکافن هست که تو همین خانواده هست. این کافن فعلی هست که کلیتر خرید کردن رو میگن. امروز میخوام خرید برم، برم خرید خرید کنم. شما هم اینجا میتونید از فعل گین استفاده بکنید به این شکلی بگید ایش مشتو هایت اینکافن gehen. امروز میخوام که برم خرید یا Heute gehe ich einkaufen im Ruz Miram-Kharid. فعل گین اینجا یه جورایی نقش مودال ورب رو بازی میکنه در واقع مودال ورب نیست اما میتونه در زبان آلمانی از فعل گین خیلی میتونیم در این موارد استفاده کنیم مثلا میتونیم بگیم ایش دوشن من دارم میرم دوش بگیرم ایش گه این کافن میرم خرید کنم ایش گه اشپورت ماخن ایش گه اتواس میرم یه چیزی بخورم ایش گه شلافن میرم بخوابم یعنی این گین وقتی که میاد مثل مودال باید صرف بشه فعل اصلی یا فول بمون میره در آخر جمله قرار میگیره به حالت مصدری مثل مدال ورب عمل میکنه ولی مودال نیست تو این موضوع خرید کردن هم میتونیم ازش استفاده بکنیم و بگیم ایش مشته هویت دیگه وقتی که جملتون اینجوری می اینجوری فرمول بندی میکنی نیازی نیست بگید چی؟ اصولا آین کافن خرید کلی رو میگن شما میتونید مواد غذایی بخری شما میتونی بری خرید وسایل خونه بخری شما میتونی بری برای خودتون لباس بخری همه اینا میتونیم از آین کافن استفاده بکنیم اما شما میخواید برید خرید heute möchte ایش انکافن گین میری و یه چیز رو خوشت میاد میخوای ورش داری حالا فروشنده هم پیشته از فروشنده راهنمایی خواستی داره مشورت میکنی باش یه توضیح میده بعد که توضیحات شما میگی آره من از این خوشم میاد و میخوام ورش دارم داس گفلت میه گود ایش nehme داس میت. داس گفلت میه گود او دا دیزه یکه گفلت میه گود ایش نیمه زی مید میشه من خوشم میاد از این خوشم اومده خوشم میاد از این یکی حالا از رنگش از مدلش ورش میدارم شما موقع که موقع خرید کردنه فعل میتنمن به معنی ورداشتن اون... در واقع معنی برداشتنه ولی اونجا به معنی اینه که میخوام بخرمش ایش نم میت برش میدارم یعنی برش میدارم و میرم سر کاسه حسابش میکنم این در واقع میخوام بخرمش این معنی رو میده فعل گفالن هم خوش آمدن از چیزیه که این فعل یکم پیچیدگی های خودش رو داره اولش باید یه توضیح بدم که اتفاس او دا یه مند یه مندم گفالن او یعنی چی؟ یعنی یه چیزی یا یه کسی بهت خوب میفته به فارسی نمیتونیم اینو بگیم میخوایم تبدیل کنیم میشه از کسی یا از چیزی خوشمون میاد از کسی یا از یه چیزی خوش آمدن رو میگن گفالن یمند او دا اتفاس گفلت میه گود یه کسی یا یه چیزی بهم به خوب میفته یعنی من از اون خوشم میاد من از اون چیز یا من از اون شخص خوشم میاد که در موقع خرید کردن حالا یه وسیله است یه،, یه, چیزی چیزیه موجود غیر زنده است مثلا در این مورد مثالمون یکه میگیم که دیز یکه گفلت میه زیر گود. Ich nehme sie mit. من از این کپشن خیلی خوش آمده ورش می دارمم. خب میرییم سر کاسه می خوایم حسابisch کنیم. Ich möchte an der Kasse bezahlen Oder ich muss an der Kasse bezahlen. Ich nehme die Jacke mit und gehe ich bezahlen. حالا میرم که بپدازمش. حال wo soll ich bezahlen? کجا باید بایستی بپردازم یا و موسیش فروشنده میگه انده کاسه زی انده اند کاسه بتسالن اوکی من میرم و سر کاسه میپردازم ایش بت انده اند کاسه حالا میپردازین تموم شد میایید خونه خوشتون نمیاد یا اندازش براتون مناسب نبوده یا حالا اونجا نتونستید پروف کنید میخواید عوضش کنید از فعل اوم تاوشن استفاده میکنیم و میریم دوباره اونجا و میگیم که ایش دیز یک اومتاوشن میخوام این کاپشن رو عوضش کنم وقتی اومتاوشن رو استفاده میکنید یعنی که شما میخواید یه جنس دیگه بردارید پول نمیخواید از یارو یعنی پول رو نمیخواید شما میخواید یه جنس دیگه بردارید عوض کنید اما اگر کلن خوشتون نیومده و میخواهید پس بدید و پولتون رو بگیرید هیچ مشتدیزه یکه زروق گیبن فعل زروق گیبن یعنی پس دادن حالا سوالی که شما میپرسید از کارمند اونجا پس میگیرید پس گرفتن فلش میشه زروق نمن نمن زی زروق پس میگیرید حالا اون میگه که آره یا نه پس نمیگیریم اصولا پس میگیرن تو آلمان اصولا پس میگیرن اگرم پس نگیرن و عوض نکنن همونجا موقع که دارید میخرید میگن که شما دارید اینو میخرید نمیتونید پس بدید یا نمیتونید عوض کنید و اصولا موقعی که اجناس رو قیمتش رو میارن پایین و جنس ها آف داره 70 درصد 90 درصد میگن که دیگه شما نمیتونید عوضش کنید و نمیتونید پسش بدید نمیشه به هیچ عنوان آره یعنی اگر میخواهید بردارید صد درصد مایلید که این جنس رو بخرید میتونید ورش دارید وگرنه اولش بهتون اطلاع رسانی میکنن که نمیتونید عوضش کنید یا اصلا نمیتونید پسش بدید اما فعلی که استفاده میکنیم زروک گیبن برای پس دادن زروک نیمن برای پس گرفتن دوستان عزیز یه ویدئوی کوتاهی دوست داشتم بسازم و فعل‌های ای که استفاده میشه اینجا بهتون معرفی کنم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه باز اگه نکته جا افتاده یا اینکه چیز مهمی بوده که من بهش فکر نکردم یا نگفتم برای من تو کامنت ها بنویسید خیلی خوشحال میشم یادگیری نباید یه طرفه باشه باید دو طرفه باشه مطمئنا منم از شما صد درصد یه چیزایی یاد میگیرم امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر اینطور هست با یک لایک کانال من رو حمایت بکنید خیلی ممنونم از شما همینجا شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیوی بعد خدا نگهدار